پس از گذشت پنج سال از بحران مالی جهان، بانک جهانی اعلام کرده که رونق اقتصاد جهانی بار دیگر آغاز شده، ولی این بار تحت رهبری و هدایت اقتصادهای بزرگ و پیشرفته خواهد بود. برای اولین بار در پنج سال گذشته اقتصاد کشورهای پیشرفته رو به رشد گذاشته اونها به رشد اقتصادی جهان کمک خواهند کرد در گزارش شش ماهه چشمانداز اقتصاد جهانی بانک جهانی آمده است که رشد اقتصادی آمریکا از 8 ممیز 1 درصد در سال گذشته به 8 ممیز دو درصد در سال جاری افزایش خواهد یافت. آخرین برابرتان نشان میدهد که رشد اقتصاد اروپا نیز از چهار دهم درصد در سال سال گذشته به یک ممیز یک دهم ده درصد خواهد رسید <applause> که خبر واقعا امیدوار کننده و بسیار خوبی است. اما باسو میگوید که اثرات تصمیم بانک مرکزی آمریکا بر روی اقتصاد جهانی معتدل خواهد بود چون در اواسط سال گذشته پس از اعلام بانک مرکزی مبنی بر کاهش خرید اوراق قرضه بسیاری از کشورها افزایش نرخ بهره های بانکی را تجربه کردند ما دیدیم که چطور در سال گذشته واحد پولی در آفریقای جنوبی، اندونزی و هند سقوط کرد. بسیاری از کشورها خود را با وضع جدید تطبیق دادند. بنابراین وقتی بانک مرکزی آمریکا خرید اوراق قرضه را ماهانه از 85 میلیارد دلار و 75 میلیارد دلار کاهش داد، تاثیر چندانی بر اقتصاد جهانی نداشت. بانک جهانی پیش بینی کرده که اقتصاد چین که هنوز سریعترین رشد را در جهان دارد تغییر عمده نخواهد کرد و رشدی معادل 7 ممیز 7 درصد خواهد داشت. میلار VOA News,